ابزار بعدی که میخوام معرفی بکنم براش ها هستن که شورتکی بی رو دارن و با زدن بی روی کیبورد میتونیم اونها رو فرخونی بکنیم توی این ابزارها میشه گفت پرکاربوترینش براشه و پنسل و کالر رپلیسمنت و میکسر براش خیلی کم استفاده میشه دقت کنید برخلاف براش که یکی از ابزارهای خیلی مهم فتوشاپه و خیلی ازش استفاده میشه پنسل و کالر رپلیس و میکسر به ندرت از ازش استفاده میشه خب بریم یک عکس بیاریم که توضیح بدیم چند تا رندر اینجا داریم که روی همین ما کار رو انجام میدیم اوکی من اوپنش میکنم کنترل سف براش قلموه یعنی من میتونم فرض بکنی حالا نقاشی بکشم قلمو دارم دارم میکشم کارش همینه من F12 رو میزنم حالا بستگی داره چه قلموی رو انتخاب بکنم میام اینجا من میتونم سایز این قلم رو مشخص بکنم میانیم سایزش بزرگتر شد میتونم هارد هاردنس رو مشخص بکنم دقت بکنید وقتی من میکشم یه حاله محفی وجود داره و خیلی شارپ نیستش هاردنس صفره اگر من رو سر بزنم بکشم ببینید شارپه پس کار هاردنس نرم کردن لبه های قلمه این بخش قلم هایی که زیاد استفاده بشه رو قرار میده یعنی خودمون به مرور زمان که زیاد مثلا از این استفاده بکنیم یا از این میخوایم استفاده بکنیم خودش دیگه اینجا برامون قرار میده که ما گنگ نباشیم که بخوایم پیداش بکنیم کدوم یکی از این قلم های دیفالت فتوشاپ هستش ببینید مثلا من این رو میتونم انتخاب کنم سایزش و هاردنسش مشخصه من میتونم بیم اینجا از براش های آماده ای که داره مثلا این رو انتخاب کنم تفاوتش رو ببینید سایز که ولی هاردنس ها فرق میکنه و کلا حالا اینجا حالت مختلفی از قلمو رو داره ما میتونیم قلم های مختلفی رو لود بکنیم از اینترنت دانلود بکنیم و یا از قلم های خود فتوشاپ استفاده بکنیم ببینید مثلا حالت برگ رو داره من اف رو میزنم بعد حالت مثلا فرض بکنید چمن رو داره اینا پس قلمو هستن و باهاشون ما میتونیم طراحی هایی رو ایجاد بکنیم خب من برمیگردم یه دونه براش عادی رو انتخاب میکنم راجع به این مودها بعدن که لایه ها رو آموزش میدیم راجع به این مودها من توضیح میدم که چجوری جوری ازشون باید استفاده بکنیم اوپاسیتی خب مشخصه م روی مثلا یه عدد پایین مثل 16 بذارم شدت خیلی کمی رو داره در حالی که رو شدتش رو زیاد بذارم شدتش قوی میشه F12 رو میزنم تا ریسیت بشه عکس این گزینه و این گزینه هم که قبلا گفتم آشنا هستید با تبلت ها کار میکنیم فقط این گزینه میمونه مگه روش کلیک بکنم و اجازه بدید براش همون بزرگتر کنم وقتی کلید موس رو نگه دارم تاثیر همینطور هی داره زیاد و زیادتر میشه در حال که اگر این دکمه فعال نباشه وقتی من کلیک میکنم همینطور دکمه من نگه داشتم ولی تاثیر زیاد نمیشه یک بار دیگه فعال میکنم کلیک رو نگه میدارم میبینیم که تاثیر داره زیاد میشه حالا این تاثیر بر اساس فلو انجام میشه ببینید مثلا من یه عدد پایین انتخاب میکنم دوازده اینجا کلیک میکنم و نگه میدارم از شدت دوازده شروع میکنه تا به حد خیلی بالا بیاد من همینطور دکمه نگه داشتم بنابراین این میزان شدتش هست و این هم این قابلیت رو میده که با نگه داشتن موز ما بتونیم تاثیر اون براش رو زیاد بکنیم تقریبا همون کاری که با قلم نوری میشه انجام داد با این گزین ها خیلی خوب F12 رو میزنم گزینه بعدی پنسل هستش که دقیقا عین همین براش قبلیه با این تفاوت که خطوط خیلی ریز رو ایجاد میکنه که خیلی کم استفاده میشه برای طراحی و نقاشی مختلف که اینجا هم براش های مختلفش هست مثلا من بزرگترش رو انتخاب بکنم یا بزرگتر بزرگتر کنم ببینید اون حالا نرم رو نداره و برای طراحی های خاص کلا استفاده میشه خیلی تو زمینه معماری و یا حتی عکاسی هم کاربرد بسیار کمی داره بیشتر توی گرافیس و بیشتر تو زمینه گرافیستی و طراحی ازش استفاده میشه اینم که اپاسیتی دوباره مشخص شدت کم یا شدت خیلی زیاد و این گزینه هم میدید فقط اینجا یه گزینه میونه اوتو Erase ببینید وقتی من اینجا میکشمش خب داره اون رنگ رو اون طرح رو که اینجا من قرار دادم برام میکشه اگر جای جدیدی رو شروع بکنم همینطور جای جدید رو شروع بکنم همینطور ولی اگر روی خودش بکشم با رنگ background color عوضش می. به این رنگ میگم foreground color و به این میگم background color حالا اگه من روی خودش بکشم هیچ تأثیری نداره من ادامه دارم میدم همون رنگ رو اگه اوتو رو بزنم روی خودش بکشم میبینیم که رنگ background color ایجاد میشه بدون که من اون رو نیاز باشه بیانمش توی سطح بالا یک بار دیگه من جای خالی میکشم همیشه تو اون رنگ مشکی است ولی اگر توی اون من میخوام یک بار دیگه براش رو بکشم یعنی پنسل رو بکشم اگه Auto erase باشه اون رو پاک میکنه با رنگ قبلی یک بار دیگه دقت بکنم من 12 رو بزنم ریست بشه اینجا من میکشم مشکی جای جدید میکشم مشکی چرا؟ چون این رنگ تو اولویتی ولی اگر روی طرح قبلیم بکشم رنگ بگراند میاد یک بار دیگه اینجا من میکشم مشکی مشکی ولی روی خودش بکشم رگه بنگرانده که اگه اینو من بردارم نه دیگه هیچ تاثیر نده ببینید من روی خود همون مشکی ها میکشم هیچ فرقی نمیکنه این برای این هستش که سرعت عمل طراح رو بالا ببره و دو تا رنگ رو که میخواد توی طراحیش استفاده بکنه بلا فاصله بتونه با هم سویچ بکنه عوض بکنه جایی که روی هم هم پوشانی دارن توی طرحهای خیلی خیلی کمی استفاده میشه همچین قابلیتی گزینه دیگه ای رو نداره color replace چیکار میکنه من یه بزنم که تصویر ریست بشه از اسمش مشخصه رنگ رو جابجا جا میکنه بذار من بزرگ میکنم براش رو ببینید چجوری عمل میکنه هر براشی که شما انتخاب بکنه یک دایره است و یک به اضافه ای وسط اون قرار داره متناسب با اینکه این به اضافه روی چه رنگی قرار میگیره، ببینید الان روی سفیده یه زن میان پایین الان رفت روی قرمز متناسب با اینکه روی کدوم رنگ قرار میگیره میاد و این رنگ رو نقاشی میکنه روی اون رنگی که سلک شده توسط اون به اضافه ببینید مثلا من میام یه رنگ مشخص رو بزنم مثلا رنگ تیره اینطوری اوکی ببینید الان به اضافه توی محدود قرمزه من میارم بالاتر به اضافه رفتش یعنی محل نمونه برداری یا سمپل برداری رفت توی منطقه سفیدا وقتی من کلیک میکنم فقط ها رو دیگه برای من میاد رنگ میکنه و دیگه نمیره اون پایین قرمزار رو اضافه بکنه این کمک میکنه به طرح ها و گرافیس ها که بتونم خیلی سریع نقاشیشون رو انجام بدم ببینید این رنگ هم خانواده با این رنگ بود که انتخاب شده. ولی نیومد توی این رنگی که جدیده اما من اگر اف رو بزنم یک بار دیگه توی قرمزه نفع نمونه برداری میکنم ببینید به اضافه توی قرمزه و نه توی سفید و وقتی میکشم صف رو مثلا من دارم به نوعی حالا آبی میکنم بدین که بره توی اونها اما چرا حالا میره به خاطر این تلورانسه که جلوتر من بهتون توضیح میدم چیکار بکنیم که نرمه اینجا دقیق عمل بکنه خب اگر من اینجا یک کلیک بکنم و برم توی این محدوده بیش از حد برم توی این محدوده می‌بینیم که هم این رو به عنوان نمونه برده انتخاب کرد هم اون رو و هم هر چیز دیگه که من بخوام اینجا بردارم رو به عنوان نمونه گیری جدید انتخاب می‌کنه و همه رو داره رنگ می‌کنه در حالی که مثلا من منظورم این بود و هدفم این بودش که فقط بیاد کاغذ دیواری رو بر من رنگ می‌کنه ولی اومد صفحه و همه چیز رو رنگ رو روش پاشید چرا چون روی این حالته راجع به باز من میگم بعدا من توضیح بهتون میدم همین مودهای کالر سچوریشن کالر و اینجا وجود دارن و بعدا من بهتون توضیح میدم این میگه که شما اول کلیک رو که کردید نمونه برداری انجام میشه و تا زمانی که روی یک رنگ دیگه این این به اضافه نمونه دیگه انتخاب نمیشه ولی به اینکه بره روی رنگ دیگه نمونه برداری جدید انجام میشه یعنی مدام در حال نمونه برداری رنگ های جدیده که بیاد این رنگ رو روش نقاشی بکنه F12 رو میزنم ولی اگر روی این حالت باشه فقط اولین کلیک رو انتخاب میکنه و دیگه نمیره مثلا ببرم بالاتر اون رنگ جدید رو به عنوان نمونه انتخاب کنه ببینید به اضافه رو میام محدوده قرمز کلیک میکنم الان من اگه تو محدوده سفید هم ببرم دقت کنید دیگه نمیره من هر چقدر اینطوری نقاشی بکنم دیگه این پایین نمیاد و از خط بیرون نمیزنه مگر که اینجاها چرا اینجا چون تلرانس رو باید تغییر بدیم خب تا جایی که بتونه از یک نمونه میاد استفاده میکنه و کار رو پیش میبره ولی یه جایی اگر اومد خرابکاری کرد مثلا اینجا زد بیرون به خاطر تلورانس تلورانسه تلورانس چیکار میکنه میزان حساسیت رو مشخص میکنه وقتی رو باشه ببینید من اینجا نمونه برداری میکنم خیلی ضعیف داره عمل میکنه با اینکه من روی تکرنگ به عنوان نمونه برداری انتخاب کردم داره اون بالا میکشه F12 میزنم 100 درصد ماکسیمومش بود مینیممش میشه یک nf کلیک میکنم دقت کنید نه تنها اون سقف سفید گرفته نشه بلکه توی همون اون بخش رنگ رو هم میگه اینجاش با اینجاش فرق میکنه و دقیقا همون یه تیکر برداشته به عنوان نمونه اجازه نمیده زیاد بشه بنابراین هیچ وقت نمیشه گفتش که همیشه باید کم باشه یا زیاد بشه این مقدار رو باید کم یا زیاد بکنید مثلا من میکنمش ده یک بار دیگه میکشمش اینجا میام دقت کنید دیگه نمیزنه بیرون خب یعنی اینجا رو میتونم رنگ میکنم مشکلی نیستش ولی خب تلرانس ده هم خیلی کمه چرا چون هنوز یه سری جای اون رو نمیگیره افتوازه رو میزنم فرض بکنید 15 یا 16 یک بار دیگه تست میکنم یا اعداد ما بین اینها بالاخره باید اینقدر تست بشه ببینید الان دیگه نزد بیرون مثلا عدد 16 گزینه خوبی بود اینجا رو بذارید ببینیم اینجا نمیزنه بیرون اوکی پس رنگ صفر رو میتونیم عوض بکنیم پس تلورانس هر چقدر بره بالاتر حساسیت کمتر میشه و هر چقدر بیاد پایینتر حساسیت بیشتر میشه و باید تست بکنید ببینید چه عددی مناسب دیفالتش روی سیه این گزینه رو میدونید کار با تبلت آنتی الایز هم که باش آشنا هستید میمونه اینجا محدودیت های ما کانتینجیوس رو هم حتی شما میدونید و دیس کانتینجیوس هم الان من بهتون میگم چیه اگر این ابزارها رو نمی‌شناسید یا یادتون رفته حتما به درس‌های قبلی رجوع بکنید و تا زمانی که اون درس‌ها رو خوب یاد نگرفتید جلوتر نیاید چون بسیاری از ابزارها مشترک هستش و وقتی یک بار من اونجا توضیح دادم دیگه وقتتون رو نمیگم دوباره مجدد بیام اینجا توضیح بدم و حجم فیلم ها رو زیاد بکنم و دانلودش برای شما سخت‌تر باشه فاین اِج که خب یعنی لبه ها رو انتخاب بکنه برای اینکه می‌خوام این نقاشی ها رو توی یک سطح رنگ انجام بدم چی بود اگه یادتون باشه اینجا ما بذارید من magic فند رو بیارم کانتینجیوس نا تیکش خورده من اینجا کلیک میکنم فقط اون محدوده رنگی رو انتخاب میکنه کنترل D دی سلکت رو که بردم وقتی کلیک بکنم هر جای صحنه حتی اگه پیوسته نباشه با اون محدوده انتخاب میشه اوکی دقیقا همین رو برای اینجا ما کالر ریپلیس داریم چه جوریه اگه من اینجا رو بکشم دقت بکنید کاغذیواری همرنگ هم رنگ اینجاست دیگه خب من اینو میکشم میگم اینجا روی اونم داره میاد کنترل زد حالا افتوازه دیس کانتینجیوس یعنی اینجا که من میکشم وقتی میام اینجا نباید بکشه چرا این کارو داره میکنه به خاطر اینکه تلورانس باید عوض بشه ببینید من اینو میکنم محدودتر میکنم فرض بکنید رو هفت یک بار دیگه میکشم این دفعه بیام اینجا میبینیم دیگه نیست چون دیس کانتینجیوسه پس اینو من بیارم بالاتر حساسیت رو من کمتر میکنم و ممکنه اشتباه رخ بده به خاطر میگم تلورانس رو همیشه کم و زیاد بکنید اگر میخواید یه کاری رو انجام بدید فرض بکنید نیازی نیست دیگه با این کار شما یک رندر مجدد بگیرید برای کارتون رنگ مب بوده بوده یا هر چیزی بوده میتونید با این روش این کار رو انجام بدید و رنگش رو تغییر بدید نسبت به اون رنگ جدیدی که اینجا میاد انتخاب میکنید هرچند روشی درستی نیست استفاده از این ابزار بیشتر برای ها و مناسبه برای معمارها توسط لایه‌ای که خروجی می‌گیرن این کار انجام میشه و خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر و بهتر و تره. تا اینکه بیایم به صورت دستی ما بخوایم نقاشی بکنیم پس متوجه شید ما میتونیم که محدوده رو بگیم که چه متصل بودن چه متصل نبودن اون محل نمونه گیری نقاشی بشه یا نه متناسب با این تلورانس و تا زمانی هم که با اینها کار نکنید بچا اینا براتون جا نمیفته اینو من بارها گفتم صرفا با این فیلم کارتون را نمیفته تمام تنظیمات این ابزارم توضیح دادم میکسر براش هم که خیلی کم ازش استفاده میشه چیکار میکنه ببینید یه حالت بازم برای طراح ها برای گرافیس هاست دقیقا این ابزار برای روتوش ها بود اینجا برای گرافیس هاست که از چه براش هایی استفاده بکنه و چه طراحی بکنه الان دقت بکنید من متناسب با براشی که انتخاب کردم حالا براش عادی بودش دارم حالت آب رنگ ایجاد میکنم که برای ما معمارها یا حکاس ها خیلی استفاده نمیشه برای گرافیساز ببینید یه سری پریست داره خشک باشه یا مثلا مرتوب باشه خیلی خیس باشه دقیقا این گزینه ها متناسب با همین پریست هست ببینید من درای رو که انتخاب میکنم گزینه ها رو ببینید میزان خشکی میزان رطوبت چقدر ود که میذارم اینجا رو دقت بکنید پنجا وری وی wet میذارم رطوبت رو روی سطح یعنی هیچ فرقی نمیکنه چه از پریست های آماده استفاده کنید چه از این ابزارها کم و زیادش بکنید فلور رو که میدونید گزینه هم میدونید سامپل توی تمامی لایه هم میدونید ببینید من اف رو بزنم اوکی میزان وت بزنید براش رو هم بزرگ کنم ببینید ببینید میزان وت روی صد خودتون میتوی کنید ببینید چه, چه داره اون رنگی که به عنوان فورگراند انتخاب کردم رو کلا داره می میذاره خیست دیگه نیستش میتونم پنجا بزنم ما بین این دوتا باید بشه میبینیم که ما بین اون دوتا است حالا اگر من میکس رو رو صد بذارم دقت بکنید حالا اینجا رو من میزنم میکس رو روی صفر میذارم می‌بینیم که تاثیر اینو داریم کار با اینها باید انجام بشه تا اون حالت آبرنگی که مد نظرتونه به وجود بیاد و یا از پریست های آمادش استفاده کنید که این مقادیر رو خودش تعیین کرده مثلا لایت میکس باشه یا هیوی میکس لایت میکس رو من اگر روی ویت بزنم میکس رو میبینیم رو صفره روی هیوی بزنم میبینیم رو صده یا خودمون دستی بخویم کم و زیاد بکنیم کلا ابزار خیلی مهمی نیستش و ازش زیاد استفاده نمیشه مهم اینه که بابراش خیلی آشنایی داشته باشه چون بسیار پرکاربرده تو همه زمین ها چه عکاسی چه معماری چه گرافیست ولی این ابزارها بیشتر توی زمینه گرافیس تاثیر دارن خیلی خوب اینم از تنظیمات ابزار براش